سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به اولین برنامه نسل امید. سلام، منم حسینم. اومدیم با کلی بازی، کلی برنامه های شاد و متنوع مهمون خانواده هاتون باشیم و کلی با هم خوش بگذرونیم. حسین، شاید برای بیننده ها سوال پیش بیاد که چرا اسم برنامه رو گذاشتیم نسل امید؟ ما با بچه های تیمون خیلی فکر کردیم که اسم برنامه رو چی بذاریم، ولی در نهایت به این اسم رسیدیم. حالا شاید براشون سوال پیش بیاد از چطوری و از کجا پیدا کردیم اسم. از کتاب مقدس متا فصل 12 آیه 21، نام او مایه امید برای همه قوم ها خواهد بود و همینطور همه ملت ها و همه نسل ها خواهد بود. بله بچه ها، لطفاً از طریق اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و تلگرام و واتساپ با شماره 2035799973727 نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما با ما به اشتراک بذارید و برای بهتر شدن برنامه حتما به ما کمک میشه این نظرات شما. پس بریم با هم دیگه موضوع برنامه و راه‌های ارتباطی رو ببینیم و خیلی زود برمیگردیم. تأثیر هالووین بر جوانان. داستان هالووین از کجا می آید و اصلاً هالووین به چه معناست؟ تأثیر نمادهای هالووین مثل لباس و نحوه آرایش روی جوانان چه تأثیری دارد؟ نمادهای مهم هالووین چه چیزهایی هستند و چه معنایی دارند؟ نظر کتاب مقدس نسبت به هالووین چیست؟ خیلی خوش اومدین به برنامه نسل امید و ما یه استودیوی دیگه هم داریم توی ترکیه که بهتون نگفتیم تا خودتون سورپرایز بشید. سلام هانیه جان. سلام هانیه جان، چه خبر؟ سلام دیوید جان و حسین جان، خوبین شما؟ چه عالی، شما چطوری؟ خدا رو شکر ما هم خوبیم، خیلی خوشحالم میبینمتون. قربونتون برم. چی دارین برامون امروز؟ خب یه مهمون خیلی عزیز دارین که بریم بیشتر باهاش آشنا بشیم. کیانا جان، به اولین برنامه ما خیلی خوش اومدید. عزیزی، مرسی ازم، ممنون که منو دعوت کردین. مرسی ازم، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم. خب کیانا جان، می‌خوام که یه بیوگرافی کوچیک از خودت بهمون بگی و بگی که چند سالته؟ من 26 سالم. و چند سال توی ترکیه هستی؟ 11 سال. 11 سال. خیلی زیاده. آره، 11 سال. و اینکه اینجا کار میکنی یا درس میخونی؟ خب درس که همه دوست دارن که اینجا ادامه تحصیل بدن، ولی به خاطر شرایط پرندگی من کار میکنم. عزیزم، میتونی بگی که شغلت چیه، چه کاری انجام میدی؟ آره، اینجا فعلا توی بیمارستان کار میکنم، تو بخش مترجمی ترجمه میکنم. چقدر عالی، پس خیلی خوب میتونی به اونایی که تازه وارد کشور شدن و ترکی بلد نیستن کمکشون آره. کنی. خیلی هم عالی. و اینکه اینجا با خانواده هستی یا تنها هستی؟ نه، با خانواده زندگی میکنم. چقدر خوب. به نظرت با خانواده زندگی کردن بهتره یا اینکه تنها باشی؟ خب مسلمه که کلا همه جوانا دوست دارن که از این سنی به بعد دیگه با خانواده زندگی نکنی، خود شرایط سخت میشه، ولی به طب وقتی که با خانواده هم هستی خیلی شرایط
از یه نظرهای بهتره. مثلا چه نظرهای؟ مثلا خونه همیشه فضای گرم هست، وجود مامان بابا، خب اینا خیلی با ارزشه. ولی خب تنهایی هم قشنگی خودشو داره. دوتاش قشنگی آره. خودشو داره. یعنی کیانا جان، یکی از بزرگترین چالشایی که حالا چه قبل از اینکه بیای ترکیه داشتی یا اینکه توی ترکیه داشتی رو میتونی بهمون بگی؟ من بزرگترین چالشم میشه گفت توی زندگی این بود که پدرم رو توی ایران دستگیر کردن و منو از مدرسه که اخراج کردن، مجبور شدیم که اون شرایط و اون زندگی رو بذاریم و ترک کنیم و ترکیه بیم. خیلی خیلی واسم سخت بود هضمش و جمع و جور کردن زندگی، جمع و جور کردن خودم توی فرهنگ جدید. خیلی اینا برای من سخت و برای چالش بزرگ بود. و اینکه خب برمیگردی به موضوع برنامه‌مون، چیزی در مورد هالووین تا حالا شنیدی؟ آره خب خیلی دیدم، خیلی تحقیق کردم، خیلی از دوستای خودم میبینم، میشنوم راجبشون. حالا که شنیدی اینا، شرکت هم کردی یا نه؟ نه حقیقتش نه، به خاطر مثلا بگیم مذهب یا مسیحیت یا چارچوب، اصلا به خاطر اینا نبود، یا حتی به خاطر شرط خدمتی بابا یا شرط خدمتی خودم، اصلا خارج از همه اینها چیز جذابی برام نبوده که بگم دوست دارم مثلا برم چه جوری. اوایل دوست داشتم ببینم که چیه که اینقدر، چون دوستای صمیم خیلی این برنامه رو دوست دارن، این جشنها، و خیلی شرکت میکنن. بعد رفتم مثلا از کلابایی که توی شهرمون هست فیلماشو دیدم، مصاحبهشو نگاه کردم که ببینم چی هستش. یعنی اونجوری کورکورانم نبوده که بگیم حالا به خاطر اینکه من مسیحیم دیگه اصلا نه پیشو بگیرم نه راجبش بدونم. نه خیلی راجبش تحقیق کردم، نگاه کردم، ولی چیز جذابی نبوده که بگم باید حتما یه بار برم مثلا امتحان کنم. ولی خب میدونی مثلا تا اینکه دیده باشی تا شنیده باشی خیلی فرق می‌کنه. مثلا هیچ‌وقت کنجکاو نشدی بری ببینی مثلا اون تو چه خبره، چی کار می‌کنن؟ چون مستنداشونو دیدم، مستنداش همون واقعیته. مثلا تبلیغ می‌ذارن از شب هالووین مثلا کلاب نزدیک خونمون، مثلا اونو نگاه کردم، چیز جذابی برام داشت. خب دیگه دیدم هدف مثلا چی. فیلم چطور؟ مثلا تا حالا فیلمی دیدی که در مورد هالووین باشه یا؟ من کلا خیلی دختر ترسویی از این چیزا خیلی میترسم، ولی نه فیلم ترسناکم یا راجب هالووین رو حتی نگاه نکردم، ولی تحقیق کردم که اصلا از کجا میاد، چطور شده که این جشن مثلا برپا شده توی این چند دهه اخیر. راجبش آره خوندم اینجوری. فکر میکنی که چه تأثیری میذاره که مثلا نرفتی ببینی، یا اینکه یا اصلا تأثیری روت میذاره؟ خب فکر میکنم تأثیر بذاره، چون کلن جو اطراف ما بی تأثیر نیست روی ما. ولی به یه چیزی من خیلی معتقدم اینه که آدم خودش باید بنیه‌اش قوی باشه که حالا هر چیزی توی این دنیا روش تأثیر نذاره. ولی مثلا از دوستای خودم، دوستای صمیمی که میرن، شنیدم که چون اونجا گیریمای خیلی مثلا قشنگ و عمیقی انجام میدن که مثلا یه پرستاری بوده که چاقو خورده بوده و اون مثلا داشته خونریزی که اینا خیلی قشنگ مثلا گیریم شده بوده، خیلی طبیعی و واقعی بوده. یا اینکه همدیگر رو میترسوندن توی کلاب خیلی به طرز مثلا وحشتناکی، یا مثلا قلب طرف میگیره. یعنی من اسمش الان میاد تا یه هفته بعد. الان داریم راجبه این موضوع صحبت میکنیم، فکرم تا یه هفته دیگه نتونم بخوام. من تا حالا شرکت نکردم چون که و واقعا روی روحیه من تاثیر میذاره. آره روحیه‌مو خراب میکنه، حالم بد میشه. آره. نمیتونم بخوابم. آره بعضیا روحیه‌شون حساسه، دختر پسرم نداره. آره به خاطر همین یکم اذیت میشم. خب عزیزان شما سوالی ندارین؟ چرا اگه اجازه بهمون بدین؟ بله چرا که نه، بفرمایید. اول که میخواستم بگم چقدر استودیوتون قشنگه. بابا استدیوی شما که خیلی خوشگل تر، نه مال شما بهتره. بعدم شما نشستین ما سرپا هستیم. میخواییم جامون رو عوض کنی؟ من راضیم واقعا. نه شما راحت باش، بفهم بشین شما ادامه بده، خسته نشی. ما اسممون ما شیرازی ها اسممون بد در رفته. دقیقا میگن آدم های خسته ای هستن. بله دقیقا. باشه شما خوبی. کیانا خانم شما یه لحجه ای دارین، حس میکنم از بچه های ما میخوره باشین. به به شیرازی هستی؟ بله بله با افتخار. بنازم کجای شیراز؟ من بچه زرگری هم. بچه شهر.
هیچی دیگه، بچه زرگری و لهجه شیرازی و گمپگلوم و از این چیزا. یه سوال من میخواستم بپرسم ازتون، تا حالا یه خاطره چیزی میتونین برامون بگین از هالووین که حالا شاید با دوستاتون یه برنامه داشتین، خودتون تنها تو خیابون هر جا، یه خاطره؟ من حتما، من یه بار دعوت شدم، چند بار دعوت شدم به هالووین نرفتم، بعد یه بار دیگه خیلی دوستا اصرار کردن که بابا تو از بابات میترسی، تو الکی میگی، به خاطر مزیت نمیای اینها. گفتم که بذار قبول کنم برم که باور کنن که بابا کسی دست و پای ما رو نبست. ما لباس پوشیدیم، گفتم فقط که الان خواهشن لباس عادی نپوش، باید یه خورده جینگیر مستون بیای. ما پوشیدیم لباس، یه لباس سیاه معمولی پوشیدیم و اینکه رفتم که جلوی آینه میکاپ کنم که حالا با طبق مثلا رسوم اونا بریم و یه آرایش ترسانک بکنیم، یهو اصلا یه چیزی بود که یه حس درونی خودم بود. گفتم چیکار دارم میکنم؟ خب وقتی دوست ندارم، وقتی که حس خوبی بهم نمیده و کلا هم خیلی بهش فکر میکردم که خب حالا هدف چیه باشه؟ هدف شادی با هزار تا جشن دیگه که نمیترسونن، نه قرار خودتو عجب عجب کنی. به خاطر همین تا پای اون مثلا میکاپه که رسیدم گفتم واقعا توی دلم نیست که برم خارج از هر مذهب و چارچوبی، و بهشون زنگ زدم اسپایی که همه گفتم نمیام، خیلی از اصلا ناراحت شدن، گفتم تو مذهبی هستی، ولی واقعا به خاطر این چیزا نبود، اصلا توی فاضا نیستم. وقتی خودت دوست نداشته باشی خب به خاطر حال خودت هم که بعد، چون وقتی چیزی رو دوست نداشته باشی حالت بد میشه دیگه، به خاطر حال خودت هم. منم اینطوریه، منم چون حالم بد میشه، یه بار منو دعوت کردم ولی خب گفتم که من میترسم نمیام، دیگه هم دعوتم نکردن دیگه باشه تو میترسی نمیام. خرافاتی در مورد هالووین شنیدی یا میدونی یکی از خرافاتی؟ آره مثلا اینا رو از دوستام خیلی میشنوم که اگه کسی توی جشن هالووین مثلا لباس سفید بپوشه، ارواح مثلا اونو تسخیر میکنن. خب حالا من یه چیز جالب شنیدم، این میگن که شب هالووین اگه عطسه کنی باید سریع بهت بگن که خدا حفظت کنه، و یعنی اگه اینو نگن اون عطسه باعث میشه که روح از بدن خارج بشه و خودش و بقیه رو تسخیر کنه. تو جشن ارواح خدا حفظت کنه. آره من اینو شنیدم دقیقا. بعد بن که وقتی اسم هالووین میاد چه چیزایی، چه نمادایی یادت میاد از هالووین، چه چیزایی یادت؟ مثلا من خودم وقتی اسم هالووین میاد یاد کدو تنبل میافتم. کدو تنبلم که میبینم یاد هالووین میافتم. من مثلا ارواح چیزای پاستیلای مثلا شکل ارواح اینا رو میبینم، خوراکی های شبیه روح و ارواح و اینا، شمع و شکلات و خون. اینجور چیزا. من از خون خیلی ترسیدم، اصلا نمیتونم. هالووین که میشنوی چی تو ذهنت؟ نه بذاریم منم یه سوالی بپرسم ازش. بله شما بفرمایید. من خودم مثلا وقتی اسم هالووین میشنوم میگم آموی هالووینا یعنی چی چی، این برنامه چی چی، یه تاریکی و یه نمیدونم آرایشی و از این چیزا. میخوام ببینم وقتی تو اسم هالووین میشنوی تو چه حسی میگیری؟ مثلا من میگم آموی هالووین چی چی، مردم میرن و مثلا خودشون ترسناک میکنن، تو خیابون نمیتونی راه بری. شما چه جوری هستی؟ آره منم همینه در واقع، میگم شاید حالا خیلی فلسفی باشه ولی واقعا تو زندگی برای هر اتفاقی که میفته میگم خب هدفش تهش چی میشه؟ خب وقتی که بلنشی خودت عجب عجب بکنی بری اونجا که چی بشه؟ واقعا به خاطر همین منم میگم مثل شما میگم ولی آمو کی حوصله‌اش میشه؟ کی حوصله داری؟ خب بچه ها میخوایم که با همدیگه بریم لندن. بلش. بچه های لندن اومدیم پیشتون ببینیم که چی داریم برامون. بله بله، چون اونا اومدن لندن ما هم بریم یه استراحت کوتاه داشته باشیم و برگردیم. نام او مایه امید برای همه قوم ها خواهد بود. Thank you.
مرسی که با ما همراه هستید. یادتون نره حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. دیوید خیلی هانیو و کیانا رو منتظر نذاریم، بریم ترکیه ببینیم تو بخش دوم بچه ها چی دارن برامون. بچه ها چه خبر؟ صدامون نمیره؟ یکم با کیانا گپ بزنه. لهجه رو حال کردی فقط لهجه مشهدی رو. لهجه شیراز. من اینا. بچه ها من صداتون رو نمیشنوم. حالا میرسه تو راهه. الان میام. فهمیدی من با لهجه مشهدی چی گفتم؟ یه بار دیگه بگو. گفتم که گفتین چه خبر؟ گفتم هیچ خبر، سلامتی، آمدیم با کیانا یکم گپ بزنه. خب حالا وایسا کیانا وسط ست و شیرازی لهجتو به رخ نکه. دقیقاً آره. شیرازی ها بالان. بچه ها 3-1 نمیشه. دیگه آره شده دیگه. 3 نفری. خب بچه ها بریم وقت برنامه رو زیاد نگیریم، بریم سراغ کیانا جان. کیانا جان برامون از ایمان آوردنت میگی؟ من تقریبا 5 ساله بودم توی شهر شیراز وقتی که پدر مادرم به مسیح ایمان آوردن. من توی خونمون همینطور جلسات کلیسایی بود، خیلی خوب میدیدم اتفاقاتی که میافتاد توی مثلا پنتیکاست، توی جلسات شفا آزادی که مثلا به چشم میدیدم خونه ما بود. رفته رفته تقریبا 13 سالم که شد، دوره راهنمایی بودم، یک کوچولوی عزیزی که ناشنوا بود مادرزاد آورده بودن جلسه شفا آزادی بود که براش دعا کنن. و وقتی که براش دعا کردن هیچی نمیشنید. قبلش هم مثلا باش صحبت میکردن با زبون اشاره. وقتی براش دعا شد بعد از جلسه دوباره باش صحبت کردن، حتی چون خیلی کوچیک بود، 4-5 سالش بود تقریبا. حتی یادمه که شبان کلیسایی بشکن زد در گوشش و برگشت ریاکشن نشون داد. خود بچه خیلی براش عجیب بود که داره میشنوه. بعد شروع کرد به یواش یواش صحبت کردن و این خیلی برام عجیب بود که یه معجزه رخ داده تو خونه ما و این همه دیده بودم شنیده بودم. و همیشه پدر مادرم میگفتن که نه برای من نه برای برادرم هیچ وقت اجبار نیست که تو بخوای مسیحی بشی، ما دوست داشتیم، ازش دیدیم، چشیدیم و ایمان آوردیم، این انتخاب توئه که این کارو بکنی. و من با خواست خودم به مسیح توی سن 13 سالگی ایمان آوردم، تعمید گرفتم و توی مدرسه با خواست خودم اعلام کردم که مسیحی هستم توی فرما و از مدرسه بعدش اخراج شدم در مقطع دبیرستان که بودم دیگه. اونجا بود که حراست عذر منو خواست و اخراج شدم. این بود ایمان آوردن من. واقعا خدا رو شکر برای این شجاعتی که خدا بهت داده بود. خدا رو شکر برای روح القدس، چون که واقعا سخته. آره خیلی خیلی سخته. الان راحت تعریفش میکنیم. آره درسته سخته. واقعا سخته. کیانا جان خواستم بدونم که آیا ایمان آوردنت توی بعد از اینکه ایمان آوردی شرکت توی این جلسات هالووین و اینا برات چجوری بود؟ یعنی تأثیری داشته روت یا نه؟ نه واقعا همونطور که اول برنامه گفتم خارج از هر چارچوب و مذهب و شرط خدمتی بابا اصلا به خاطر اینا نبوده. حتی من اوائل نمیدونستم که مسیحا میگن بهتره که مثلا این کار نکنیم، نریم توی جشن هالووین شرکت نکنیم، هیچ اطلاعی نداشتم. فقط میدونستم که یه جشن مال مثلا ارواح و خودشون رو اینجی میکنن. ولی به خواست خودم میگم یه چیز قلبیه اصلا، چون شاید میشه گفت فازم اینجوری نیست، فازم متفاوت بود. ولی مثلا کسایی که بهت میگفتن نرو شرکت نکنه، مثلا نپرسیدی ازشون که چرا نباید شرکت کنم؟ اونا میگفتن خیلی داری سخت میگیری و خیلی داری جدیش میگیری. یه شب دیگه خوش میگذره، تموم میشه، میذاریم میرفتیم خودمون حالا عجب عجب میکنیم خوده مثلا بازی میکنیم، سرگرمیه، فان میدیدنش. ولی من گفتم که خب بهشون همیشه میگفتم شاید ریشهش رو نمیدونی، میدونی که از کجا اومده، اصلا برای چی بوده که این اتفاق افتاده. چون میدونی هانی خیلی الان توی دنیا اینقدر چیزای رنگی و زرق و بردار به وجود اومده که اصلا آدم فکرش رو نمیکنه که این ریشهش از کجا میتونه باشه. فقط فکر میکنی که خب چون خوشگله، چون رنگی رنگیه، هیچ اشکال نداره، چون جشنه، عیب نداره. ولی فکر میکنم
اگه بدونیم که کجا میریم، برای چی میریم و پشتش چی هست، خیلی بهتر باشه. این دیده من حالا. حالا میدونم که اطلاعات یکم دارید راجع به هالووین و اینا. یکی از مراسمی که تو هالووین انجام میدن رو میتونی بهمون بگی؟ مثلا یکی که شنیدم اسمش قاشق زنی بود، اسم مراسمش. بعد ظاهرن یه سبد کوچولو میدن دست بچه ها، حالا با شکلهای عجب عجب مثلا روح و اسکلت و اینا، بعد با قاشق میرن دم خونه در میزنن ازشون یا شکلات یا حالا پول با قیمت خیلی کم. چقدر جالب. ما هم تو چهارشنبه سوری اگه یادت باشه این کار انجام میدن، میرن دم خونه و چی میکنن. آره. عجیبترین لباسی که تو هالووین حالا دیدی بپوشن و یا اینکه آره توی هالووین دیدی عجیبترین لباسی که بپوشن چی بوده؟ یکیش مثلا دو تا چیز بود، یکیش یه پرستاری بود که چاقو خورده بود و همینطور خون داشت، یعنی جوهر بود در واقع، ولی گریمش انقدر مثلا واضح و واقعی بود، داشت همینجور خون ازش میومد، چاقو هم تو کلیهش بوده بود. یکی هم این که حقیقتش یکم ناراحت شدم وقتی دیدم، یه نفر لباس مسیح، یعنی خودش به صورت مسیح در آورده بود ولی صورتش ترسناک و یه صلیب برعکس هم روی سینه‌اش زده بود. این دو تا چیزی که دیدم این بوده توی مستند. اون حالا اونی که گفتی با جوهر و اینا خون، آره چاره، اونو من یه نفر دیدم درست کرده بود، آره توی اینفلوئنسرها اینا بود فکر کنم، درست کرده بود خودش اون شکلی و من واقعا نتونستم نگاش کنم چون که من از خونم میترسم. آره از خون میترسم. خب ببینیم که دیوید جان، حسین جان شما سوالی داریم؟ اگه بذاریم ما از همشهری اونم ما یه دو تا سوال بپرسیم. بفرمایید. باشه. دقیقاً همون جوری که گفت، منم یعنی دعوت می‌کردن به جمع هالووین و از این چیزا، حس قشنگی نمی‌گرفتم. هیچ ربطی به ایمان و این چیزا نداره. خودت با ببینید اونجا مثلا چه حسی داری یا اصلا حس احساس خوبی می‌کنی می‌خوای بری یا نه. ولی حالا می‌خوام اینجوری بپرسم، فکر میکنی چه جذابیتی برای جوونا داره هالووین؟ الان بین جوونا خیلی هالووین مود، من اینجور آرایش کردم، من اونجور آرایش کردم. فکر میکنی چه جذابیتی داره برای اینا؟ آره من فکر میکنم چون که خب یه جشن اولا و میدونن که اونجا قراره که هر کس به یه شکل خودشو، خب این یه سرگرمیه براشون، این فانه که من امروز خودمو مثلا چه شکلی میکنم، دوستم مثلا خودشو قراره چه شکلی کنه، حتی دوستای من به هم نمیگن، میگن سورپرایز باشه، مثلا اینقدر براش مهمه. حتی مثلا هفته ها ماه ها اینو من به چش دیدم که دوستان برنامه‌ریزی میکنن که لباس بدن به خیاط براشون اینجوری بدوزه که مثلا متفاوت باشه، یا گیریمشون یا آرایششون چقدر حتی حاضرن که هزینه کنن، چون یه جشنه و براشون مثلا مثل یک بازیه، خوششون میاد بیشتر از اون شادیه، از اون جشنه، اون وقتی که دارن میگذرونن اونجا لذت میبرن. و من یه چیزی همیشه به دوستای ایمان دارم میگم، وقتی که اینقدر با شور و هیجان میرم، میگم یه چیزی رو فراموش نکنیم، ما همه این هزار تا حالا برنامه شاد و فان هست برای سرگرمی ما، ولی ما به عنوان یک مسیحی از اینم نمیشه گذشت. به عنوان یک مسیحی وقتی که نگاه میکنیم به این جشن، وقتی که میخوایم بریم اصلا شرکت کنیم، خیلی خوب میشه که بدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته، ریشش کجا بوده و برای چی اصلا این جشن برپا میشه هر سال. و اینکه وقتی که ما مسیحی‌ها که میدونیم خودمون رو که نمیتونیم گول بزنیم، میدونیم که سرمنشأ شادی زنده ما عیسی مسیحه، وقتی که ما شادی زنده رو داریم چرا میان مرده ها به طلب اون شادی زنده رو، وقتی که میتونیم تو مراسم‌های قشنگ‌تر بهتر که حتی توی روحیه خودمون هم تاثیر نمیذاره، روی فکر ما، روی احساسات ما، که میگی مثلا یکی خون میبینه حالش بد میشه، یا حتی این چیزی که همدیگه رو میترسونن، درسته اینا همه نمیشه گفت بد شاید باشه، ولی وقتی که بخوای خیلی عمیق‌تر به عنوان یک ایماندار بهش نگاه کنی، فهم که خودتو پیدا کنی که درسته برای چی باید اونجا باشی. دیوید جان جواب سوالتو گرفتی؟ من جواب سوالم خیلی کامل گرفتم. خدا رو شکر. خب مرسی کیانا جان که تو این تایم با ما بودی. دوباره میخواییم بریم لندن با هم دیگه ببینیم که چه خبر. خب ما اول که اصلا هیچ خبری نداریم، میخواییم با حسین یکم به این خودمون حرف خصوصی بزنیم. حرف خصوصی بزنیم ولی نه، شوخی کردم.
شوخی کردم. ما یه بخشی داریم به اسم شخصیت هفته و این شخص شخص معروفیه و از طریق ثروت و شهرتی که به دست آورده داره برای خدمت به بقیه مردم استفاده میکنه و واقعا خداوند این خدمتی که داره میکنه به همه مردم رو برکت بده و میخوایم بریم ببینیم این شخص هفته کیه. با ما همراه باشید تا بریم و بیاییم. تیموتی ریچارد تیبو، معروف به تیم تیبو، در 14 آگوست 1987 در ماکاتی فیلیپین به دنیا آمد. تیم پنجمین فرزند از خانواده‌ای با ایمان مسیحیه. پدر و مادرش باب و پم تیبو خادم عیسی بودند و از اوایل کودکی ایمان و ارزش‌های مسیح را به تیم آموزش دادند. At quarterback, he is so strong. Who's the quarterback and who's the linebacker? Tim Tebow wins that. That's classic Tim Tebow. You can't coach that, none. That's passion. اون یه بازیکن حرفه‌ای و درخشان در فوتبال آمریکایی بود. تیم تیبو به سرعت به یه ستاره در فوتبال دبیرستانی تبدیل شد و تونست تیم خودش رو به قهرمانی‌های متعددی برسونه. بعد از دبیرستان تیبو به دانشگاه فلوریدا رفت و برای تیم فلوریدا گیتورز بازی کرد. تیبو با ترکیبی از استعداد ورزشی و ایمان قوی محبوبیت زیادی پیدا کرد. در سال 2010 تیبو توسط تیم دنور برانکوز در لیگ NFC انتخاب شد. اون در اولین سالهای حضورش در NFC بازی‌های ماندگاری انجام داد و تیمش رو به پیروزی‌های متعددی رسوند. اما پس از مدتی اون با چالش‌هایی روبرو شد و نتونست جایگاه ثابتی در لیگ پیدا کنه. پس از دوران حرفه‌ای در فوتبال، تیبو به فعالیت‌های خیریه و بشارت مسیح پرداخت. اون سازمان خیریه‌ای به نام تیم تیبو فاندیشن تأسیس کرد که به کودکان نیازمند کمک می‌کنه و برنامه‌های مختلفی برای حمایت از اونها داره. تیم تیبو نه تنها به عنوان یک ورزشکار موفق شناخته میشه، بلکه به عنوان فردی با ایمان قوی و قلبی مهربون که تلاش میکنه دنیا رو به مکانی بهتر تبدیل کنه. داستان زندگی تیم تیبو الهام بخش بسیاری از مردم در سراسر جهانه. تیم به همراه بنیاد خیریه خودش بیمارستانی در شهر دایو فیلیپین تأسیس کرد. این بیمارستان در سال 2014 افتتاح شد و تمرکز اون بر ارائه خدمات جراحی برای کودکانی با ناهنجاری‌های فیزیکیه. این بیمارستان به کودکانی که خانواده‌هاشون توان مالی کافی برای درمان ندارن کمک می‌کنه. یکی از اهداف اصلی این بیمارستان ارائه جراحی‌های رایگان به کودکانی که نیاز به درمان دارن اما نمی‌تونن هزینه اون رو بپردازن. تا به حال هزاران کودک از این خدمات بهره‌مند شدند. تیم تیبو و بنیاد خیریه اون همچنین در پروژه‌های آموزشی و اجتماعی مختلف در فیلیپین مشارکت دارند. این پروژه‌ها شامل ساخت مدرسه‌ها، ارائه تجهیزات آموزشی و حمایت از کودکانی که در شرایط محروم زندگی می‌کنند. تیم تیبو میگه من از خداوند به خاطر تمام نعمتهایی که به من داده شکرگزارم و همیشه تلاش میکنم تا زندگیم رو به شیوهی که اون میپسنده سپری کنم. تیم همچنین نویسنده کتابهای پرفروش انگیزشی و مسیحیه و در کنفرانس‌های مختلف به عنوان سخنران انگیزشی حضور داره. تیم تیبو اعتقاد داره ایمان به خدا و تلاش‌های بی‌وقفه دو ستون اصلی موفقیت در زندگی هست. یکی از کتاب‌های اون به نام از طریق چشمان من یا Through My Eyes. این کتاب در سال 2011 منتشر شد. کتاب نگاهی عمیق به زندگی و مسیر ورزشی تیم تیبو داره. از دوران کودکی تا زمانی که به یکی از معروف‌ترین بازیکن‌های فوتبال آمریکایی تبدیل شده. در این کتاب تیبو از ایمان خودش به عنوان وسیله‌ای برای تاثیرگذاری بر دیگران و رسوندن پیام‌های انگیزشی استفاده می‌کنه. اون معتقده که ایمان می‌تونه زندگی افراد رو به شکل مثبتی تغییر بده و به اونها در مواجهه با سختی‌ها و دستیابی به موفقیت‌ها کمک کنه. خدا برکت بده به همچین افرادی داخل دنیا که
وقتی به پول و شهرت و اینا میرسن واقعا خودشون رو گم نمیکنن و میتونن ببخشن. واقعا خدا برکتشون بده. خب ما مهمون عزیزی داریم از طریق اسکایپ که کشیش روبرت آسریان عزیز هستند. سلام برادر روبرت جان، خوب هستین؟ سلام، حال شما خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ خدا شکر. خوبین برادر روبرت؟ منم سلام میکنم بهتون. سلام سلام، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ خوشحالم میبینمتون عزیزم. ما هم همینطور برادر جان، شکر برای وجودتون. برادر روبرت، اومدیم یکم سوال ازتون بپرسیم که برای حالا جوانای کمکی باشه داخل حالا یه سری مسائل. اولین سوال اینه که بعد رو به تاریخچه هالووین و این چیزها رو میتونین یکم توضیح بهمون بدین، چون حالا داخل ایام هالووین هم هستیم. بله، خب هالووین در واقع سنتی بوده، جشنی بوده مربوط به سلت‌ها. سلتا که در ایرلند، انگلستان، شمال فرانسه حدود 2000 سال پیش زندگی میکردن و در اون زمان سلتا جشنی داشتن که در واقع شروع سال نو اونها بود. سال نو میخواست شروع بشه در واقع وقتی که هوا رو به سردی میگذاشت و فصل سرما شروع میشد، اونها به یک معنا داشتن خداحافظی میکردن با گرما، فصل گرما، و آماده ورود به فصل سرما می شدن با کمی ترس و لرز. البته در نظر تقویم زمانی پایان ماه اکتبر و شروع ماه نوامبر، برای اینکه در ماهای سرد بود که معمولا مرگ و میرها اتفاق می افتاد، روزا کوتاه می شد، شبا طولانی می شد، هوا خیلی سرد می شد، گاهی اوقات غذای کافی برای خوردن نداشتن و پس با یک دغدغه‌ای، با یک ترس، اینا فصل جدید رو شروع می‌کردن که شروع سرما بود، دوران سرما بود. و معتقد بودند سلت‌ها که وقتی که این آخر اکتبر فرا میرسه و شروع سال نو اونها هست، این مرز بین دنیای مردگان و زندگان انگار برداشته میشه و ارواح مردگان میتونن به دنیای زندگان بیان، وارد این دنیا بشن و با اونا ارتباط بگیرن. و در این ایام اینا جشنایی داشتن، کارهایی میکردن. برای مثال آتیش روشن میکردن و محصولاتی رو که داشتن، گندم و جو، هرچی، مثل قربانی روی آتش قرار میدادن، حیوانات رو در آتیش قربانی میکردن و باور داشتن، خب اینا این مراسم بت‌پرستی بود و باور داشتن، کاهنان بت‌پرست هم داشتن و باور داشتن که این ارواح مردگان وقتی در این ایام به زمین میان میتونن با کاهنان سلت صحبت کنن، کاهنان سلتی صحبت کنن. و اون زمانی بود که این کاهنان سلتیشون کردن پیشگویی کردن که امسال این میشه، امسال اون میشه، پیشگویی میکردن. و بازم ایامی بود که اینا معتقد بودن که این ارواح فقط با کاهنان صحبت نمیکنن، بلکه با مردم عادی هم میتونن صحبت بکنن. و مردم عادی پس لباسهایی میپوشیدن، صورتک‌ها و ماسک‌هایی رو درست می‌کردن که شکل حیوانات رو داشت و به هم نزدیک می‌شدن و شروع می‌کردن پیشگویی کردن که امسال در زندگی تو این اتفاق می‌افته و باور داشتن که این ارواح مردگان هستن که در مورد آینده با اونها صحبت می‌کنن و به اونها سرنخ‌هایی میدن در مورد زندگی آدم. پس این جشن شروع سال نو بود که عمیقاً باورش در این ریشه‌اش در این باور بود که مردگان به دنیای ما میان و با ما صحبت میکنن و زمان پس پیشگویی کردن برای زندگی اشخاص بود. وقتی رومی ها از قرن تقریبا سوم به بعد اون مناطق رو تصرف کردند، از قرن دوم به بعد دقیق تر بگم، اون مناطق رو یعنی ایرلند و انگلستان رو، شمال فرانسه رو تماما تصرف کردن، سلتا زیر سلطه رومی ها اومدن. رومی ها هم یک جشنی داشتن که اونم در واقع جشن بزرگداشت مردگان بود و باور داشتن که مردگان با انسان ها در این زمان صحبت میکنن و این زمانش رو فقط رومی ها منتقل کردن به آخر اکتبر و اونا هم این جشن بزرگداشت مردگان و امکان تماس با دنیای مردگان رو گذاشتن در همین عید آخر اکتبری که سلتیا داشتن و انگار این دوتا جشن، این دوتا عید و هم دیگر ادغام شد. و از اون زمان به بعد در واقع این شد جشنی که اشخاصی که حالا اعتقادات اینا خب بت‌پرست بودن سلتی اون زمان، این باور که پس منتظر باشیم ارواح بیان با ما صحبت بکنن، آتیش روشن کنیم، قربانی بگذارونیم و لباس پوشیدن ها و ماسکا و اینا هم در واقع بخش از این مراسم بود.
تا زمانی که وقتی سنتا مسیح میشن، مسیحیت رو میپذیرن و ایمان مسیح رو قبول میکنن، ولی خب هنوز این باورهای کهنه قبل از مسیحیت، باورهای بت پرستی در بین سنتا وجود داشت و یکی از پاپای وقت، یکی از پاپای کاتولیک وقت که میدید که این باورها در بین اونها هست، پاپ گریگوری سوم یک حکم پاپی امضا میکنه و میدونید در کیسه کاتولیک وقتی که پاپی حکم پاپی میده همه باید انجامش بدن، ملزم هستن به اطاعت از اون و اعلام میکنه که آخر اکتبر روزی رو اعلام میکنه تحت عنوان روز بزرگداشت ارواح مقدسین که ما احترام میذاریم به همه مقدسینی که در خداوند خوابیدن. قبلش البته یک جشنی داشتن در کیسه کاتولیک، بزرگداشت شهدا بود، ولی بعدش هم اضافه میکنه نه فقط شهدا بلکه تمام مقدسین. و برخی محققین معتقدن پاپ گریگوری سوم عمدن این کارو کرد چون میدید که سلت ها هنوز هم متاسفانه این باورهای بت پرستی رو تا حدی دارن، لااقل بخشی از سلت ها رو داشتن حتی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، و برای اینکه کاملا ریشه کن بشه این باورهای بت پرستانه، ایشون در واقع یک روزی رو اعلام میکنه که در اون روز اینا نیان دیگه با این ارواح تماس بگیرن، سعی کنن ازشون چیزی بشنون، آتش روشن کنن، اون صورتکای حیواناتو بزنن، بلکه در مراسم کلیسایی فقط دعا کنن برای آمرزش روح اون عزیزانی که از دست دادن. یه جورایی در واقع میخواست با جا انداختن این عید All Souls Day که حتی امروز هم هست، امروز هم در کلیسای کاتولیک به پایان اول نوامبر رو، پایان اکتبر و اول نوامبر رو بهش میگن عید All Souls یا عید تمام ارواح وفات یافتگان. در واقع هدفش این بود که اونو فراموش کنن و اگر همیشه به یاد مردگان بودن از اون پیش زمینه بت پرستی بیان بیرون و فقط دعای برکت کنن برای اون کسانی که درگذشتن. پس یک پیش زمینه کاملا بت پرستی داشته و در قرون بعدی هم این موند در فرهنگ اروپایی، موند در بین سلتا و خیلی از در واقع ملت‌های اروپایی، و امروز هم می‌بینیم به همون شکل به هر حال خیلی از اون نمادهایی که در هالووین هست پس ریشه داره در این آینی که در واقع 2000 سال پیش بین سلت ها به شکل خیلی جدی انجام می شد و به معنی شروع سال جدیدشون بود. بعد از رابط جان، همینطور که شما داشتین می گفتین و برای من یه سوال پیش اومد، آیا گرفتن جشن هالووین می تونه تأثیری روی زندگی ما داشته باشه یا هم تأثیر مثبت یا تأثیر منفی؟ که من خودم به شخصه فکر نمی کنم تأثیر مثبتی رو مون داشته باشه، ولی می خواستم بدونم جشن گرفتنش تأثیر مثبتی یا منفی داره؟ ببینید بستگی داره به این موضوع چجوری نگاه بکنیم، میشه از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کرد. اجازه بدید من این مثال براتون بیارم، شاید با ذکر این مثال یه مقدار موضوع برای ما روشن‌تر بشه. ببینید ما ایرانی‌ها جشن چهارشنبه سوری رو داریم. در ایران باستان باور این بود که ایرانیان باستان باور داشتن که وقتی که آخر سال میرسه، سال نو میخواد شروع بشه، یک شباهتایی هست با هالووینم اینجا، باور داشتن که نیاکان ما به دنیای ما میان، یه سری به ما میزنن ببینن که نسل‌های بعدی چجوری دارن زندگی میکنن، و وقتی که اینا به دنیای ما میان اینا باور داشتن برای اینکه راهشون رو گم نکنن، هر کس فامیل خودش رو پیدا کنه، مثلا پدر بزرگ بیاد نواش رو ببینه، هر کس خانواده خودش رو پیدا کنه، در بالای پشت بام‌ها رو آتش روشن میکردن ایران باستان. در واقع اینا مثل یک فانوس دریایی که کشتی‌ها میبینن و راهشون رو پیدا میکنن، این مردگان هم قرار بود با دیدن این آتش خانواده خودشون رو پیدا بکنن. خب یک باور اینجوری بود، ولی بعد دیگه این معناش رو از دست داد کاملا و امروز وقتی ما چهارشنبه سوری رو جشن میگیریم، اصلا منظور این نیست که از رو آتش رو روشن کنیم چون اجداد و نیاکان ما بعد میام رو، نه اصلا نه 99 درصد ایرانی نه اینو میدونن نه ازش خبر دارن و با این نیت هم آتش روشن نمیکنن. پس اگر ما چهارشنبه سوری رو فقط به خاطر این برگزار میکنیم که یک سنت ایرانی است، دورم جمع میشیم، شادی میکنیم، از رو آتیش میپریم، فرصت ارتباط، مشارکت، دوستی با هم دیگه است، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر من با این نیت و قصد و با این آگاهی با این کارم دارم ارواح دیگر رو، ارواح مردگان رو دعوت میکنم که بیان داخل زندگی من بشن، در واقع دارم یک معنای روحانی براش قائل میشم و بر اساس یک باور روحانی دارم انجامش میدم. اگه به هالووین اینجوری نزدیک بشیم، بله به نظرم از نظر روحانی تاثیرات خیلی مخرب و بدی میتونه داشته باشه. و یک مسیحی به هر حال میدونه با دنیای مردگان کاری نداره، با ارواح کاری نداره. ما به عیسی مسیح ایمان داریم و ارتباطمون با خدای پدر هست و روح القدسی که در ما ساکن است.
پس به این معنا، پس به این معنا اگر با اون نیت و قصد انجام بدید، خب معلومه که کاملا اشتباه است و خیلی هم گاهی وقت این کارو میکنن. خیلی از اشخاص که زمینهای شیطان پرستی، احضار ارواح، جادوگری هستن، اتفاقا ایده هالووین براشون خیلی مهمه. در اون شب اتفاقی فکر میکنن براشون میفته، در اون شب میخوان با اون دنیای تاریکی ارتباط بگیرن. برای خیلی از اشخاصی که این کارو انجام میدن، اگر بپرسید اصلا با این انتظار میرن سراغ این عید و تدارک میبینن. ولی اگر نه، یه نفر فقط براش حالت شوخی و حالت خنده و اینجور چیزهاست، شاید به یک معنا و به اون انگیزه بهش نزدیک نمیشه، مشکلی نباشه. ولی من شخص، نظر شخصی من هست، برای شما هر آنچه رو که انجام میدید، اگر بعد پیش زمینه اون رو، تاریخچه رو بدونید، و به نظر من در هالووین، عید هالووین و تعداد کسی از آدمایی که اینو انجام میدن، نمیگم تعداد کسی، واقعا تعداد قابل توجه از آدما واقعا اون معنی روحانی رو براش قائلن و واقعا باور دارن که کتابات اون شب براشون میفته و با این نیت انجام میدن. حالا شاید اکثریت جامعه که چیزی نمیدونه، براش فقط حالت فان و شوخی و اینجور چیزاست. ولی من به عنوان مسیحی که تاریخچه‌شو میدونم، معتقد هستم که بعد با احتیاط به این عید نزدیک شد. نباید در واقع درش ما شرکت بکنیم. آخه میدونید یه بحث هم هست، اون نمادهایی که در هالووینم، ببینید در چهارشنبه سوری نماد، نماد آتشه. شما آتشی روشن میکنید، از روش میپرید. این نماد هیچ چیز منفی توش نداره و باعث شادی و خوشی ما هست. ولی در هالووین شما اون صورتکای ترسناکو دارید، نمادهایی دارید که نمادهای مرگه. خب بعد به هالووین خیلی چیز دیگه هم اضافه شد، اون حالت سلتیکش که یه چارچوبای داشت، خیلی چیزایی مثل اسکلت و مرگ و جادوگری و همه اینها بعدش بهش اضافه شد. وقتی عمر مسیحیان وارد فضای میشی که درش اسکلت و تاریکی و مرگ و خون و چیزای ترسناک وجود داره و مردم رو میترسونن در این عید، من فکر کنم وارد فضای میشیم که از روحانی میتونه تاثیر مخربی روی ما و دیگران داشته باشه. ولی مثلا میگم حالا 4 تا بچه دورم جمع میشن و شوخی با هم میکنن، خنده با هم دیگه میکنن، به نظر من هیچ مشکلی نیست. همونطور که مثل چهارشنبه سوری شما از رو آتش میپرید بدون اینکه هیچ نیتی پشتش باشه، نیت روحانی. ولی تو هالووین شما بخواید نخواید، اون نمادهای هالووین داره تمام اون عناصر ترس و وحشت و نیروی تاریکی رو منعکس میکنه. شما نمادها رو ببین، اصلا اون کدویی که درست میکنن خیلی بامزه است به یک معنا، هیچ اشکال نداره شما کدویی رو خالی کنید توش شمع بذارید، خیلی بامزه است. ولی صورتک‌های ترسناک و لباس‌های ترسناک و ترسوندن دیگران و پارتی‌هایی گرفته بشه که همه با صورتک‌های ترسناک و وحشتناک دورم جمع میشن، به نظر من برای یک مسیح شایسته نیست. ببین کلام خدا میگه همه چیز مرا جایز است، لیکن همه چیز مفید نیست. من مسیحی که روح خدا رو دارم، باور دارم که به صورت خدا آفریده شدم، حالا با زدن اون صورتک‌های ترسناک و زشت و حیوانات عجیب و غریب چیکار میخوام بکنم؟ اگه میخوام خوشحال باشم، یه گروهی میتونن دورم جمع بشن و صورتک‌های بامزه لورل هاردی و 4 تا چیز بامزه رو بزنن خوشحال باشن. ولی به نظر من اون نمادشناسی هالووین و اون نمادهایی که اونجا به کار میره، همشون در واقع یه جوری یادآور دنیای تاریکی هستن و دلالت‌های جالبی ندارن. من به شخص موافق نیستم. فکر میکنم که ما با درک اینکه هالووین از کجا اومده و درک اینکه هنوزم در دوران معاصر در مورد هالووین خیلی خیلی جدی به اون بعد تاریکی و روحانیش توجه دارن، هنوزم برای ما ایرانی ها چهارشنبه سوری اصلا حالتو نداره. کم فکر میکنم به ندرت یه ایرانی پیدا کنید بگه من آتیش روشن میکنم برای اینکه نیاکان من بیان ببینن ما کجا زندگی میکنیم. نه، چهارشنبه سوری برای ما ایرانی فقط حالت جشن نیست که دور هم دیگه جمع بشیم، آجیلی بخوریم، شادی بکنیم. ولی در هالووین تأکید روی ترس، ترساندن، چهرهای وحشتناک و اونایی که این زمینه روحانی رو دارن، یا منظورم ارتباط با نیروی تاریکی است، اتفاقا خیلی اصرار دارن در اون شب یک اتفاقاتی میفته و خودشون هم مدعیان اتفاقاتی میفته. پس من به عنوان یک مسیح، من فکر میکنم که ما باید فاصلمون رو با جشنی که در واقع به یک معنا بزرگ داشته نیروهای تاریکی و ترس هست، باید فاصلمون رو حفظ کنیم. مرسی برادر روبرت جان. ما وقتمون هم خیلی کمه دیگه، کم کم باید خداحافظی کنیم. خیلی ممنونم واقعا که امروز وقت دادین به ما، اومدین، خیلی برکت گرفتیم از حرفاتون. مرسی واقعا. منم تشکر میکنم از شما عزیزان، برادر حسین و برادر دیوید عزیز، خداوند شما رو برکت بده. برای وجودتون برادر، خدا بهتون برکت بده، آخر هفته خوب داشته باشین. مرسی. خب
فکر میکنم تا الان بچه های ما آماده باشند که قراره بریم یه بخش جدید داریم، یه بخشی که اسمش زنگ تفریح و از اسمش هم مشخصه که قراره کلی بازی و وقتای سرگرم کننده ای داشته باشیم. پس بریم یه استراحت کوتاه کنیم و برگردیم. جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شبکه 107 پارس. سلام نینا جان، ما واقعا الان آماده هستیم برای بازیایی که قرار انجام بدید و قراره ببینیم چه بازیایی دارید برای ما. سلام به همه شما عزیزان و همچنین سلام به دیوید و حسین عزیز از استودیوی لندن و همچنین خانیه جان. امیدوارم حالتون خوب باشه. من نینا هستم و با زنگ تفریح در کنارتون هستیم. همونطور که از اسم این بخش معلومه، قراره با مهمونمون کلی تفریح کنیم و خوش بگذرونیم. سلام کیانا جان. سلام عزیزم. خوش اومد به زنگ تفریح. مرسی، ممنون که منو دعوت کردی. عزیزم مرسی. مرسی که دعوتمون رو قبول کردی. هانیه بهت گفته اینجا چه خبره؟ نه، چیزی نگفته. ببین، اگه فکر کردی اینجا اومدیم تفریح کنیم؟ نه، الکی گفتن. اینجا قراره که خیلی اذیتت کنیم با چالش. عزیزم شوخی کردم. چقدر اهل بازی هستی؟ خیلی کم. او واقعا؟ وای نه، اینجا دیگه هرچی شیطان هرچی شیطانات کودک درون داری الان باید اینجا آره رو کن. خب بریم سراغ بازیمون. بازی امروزمون بازی 5 ثانیه 3 کلم است. اینطوریه که اتاق فکر ما برای ما داخل هر کدوم از این کاغذ یه سوال نوشته که اون سوال 3 تا جواب داره و ما 5 ثانیه وقت داریم که به اون یه دونه سوال 3 تا جواب بدیم. امیدوارم که سوالاشون یه ذره منطقی باشه. آره. خب فقط اینو هم بگم که بازنده یه چالش داره که باید هر کی باخت برای دو تا از جوانای کلیسا دو تا کتاب هدیه بخره. دو تا کتاب هدیه بخره و باهاشون عکس بگیره و توی اینستاگرام شیر کنه و ما رو هم تگ کنه. بریم ببینیم کی میبازه. خب بازیمون رو شروع کنیم؟ آره تو شروع کن. نه دیگه، مهمون مقدم کرد. مرسی. اینجا میشه مقدم نباشه. اینجا نمیتونم بخونم. چه خطی نمیشه. میخوای من بعد بخونم؟ چی؟ سه تا چی؟ سه تا ریاکشنی که این ریاکشن دیرش ببین. سه تا ریاکشنی که وقتی میترسی نشون میدی. بودو بودو پس چک میزنم، چک میزنم، لگد میزنم، لگد میزنی از هم نمیخوره واقعا. پس از این من نمیترسونم ترسونم. خب نوبت منه. سه تا حیوانی که صدا نداره. آهو، زرافه. از کجا میدونی؟ شاید داشته باشه. میخواستم بگم مارمار صدا داره، درسته؟ بازی از کجا میاد؟ یه بار دیگه صدا میاد. صدا بازیگر با حرف سه. بودو بودو چه میدونم؟ پنج ثانیه. بازیگر خارجی هم میشه. سلنا گومز. سلنا گومز تموم شد. تو بازیگرم از خواهد هستم. من بازیگرم حساب میشه. ندیدم دوران جوونیاش بازی میکرد. اونقدر تنشو نگرفتم. خب سه تا حیوانی که نمیشه تو خونه نگه داشت. کرکودیل، کرگدن، زرافه. سه تا چیزی که وقتی میخوای دلداری بدی میگی. خب فرق میکنه. بگو خب ناراحت نباش، غصه نخور، یه درست میشه. به اونم میگه متعمل شده حالم خوب شد دیگه. کش حتما.
دیدی مثلا وقتی ناراحتی میگم نگران نباش، من دیگه متحول شدم دیگه نگران نیستم. خودت جمع کن. خب سه تا حیوانی که نمیتونه شلوار بپوشه، پنگوئن، مار، زرافه میشه؟ اصلا هیچ حیوان شلوار این سالا از کجا؟ دوانایی شلوار پوشیدن. خب مار که نمیتونه شلوار بپوشه، شاید دومیه فقط. باش من اون دومه رو گم. سه تا چیزی که پرواز میکنه، خب کبوتر، مرغ عشق، قناری. همش از یه خانواده، همش حیوان، هواپیما، بالون آرزوها. نه تو اون فضا نبودم. برو. خب از این کاغذ زرد رو بر نداشتم. سه تا رنگ که با حرف سه شروع میشه، صورتی، سبز، سیری. سیری از کجا آوردی خدا وکیل؟ از پس زنده. از پس زنده. سه تا حیوان بی صدا، جغد. جغد نه. خب این مگه تکراری شد که؟ ای بابا، خب اینو بسوزونیم، اینو بسوزونیم. خب تکراری بود. یکی دیگه خبتم اونو یادم نیست. جغد صدا نداره؟ چرا؟ آره راست میگی. سه تا اثر تاریخی شهر شیراز. اوه شهر خوده. خب حافظیه، سعدی، حافظ. تخت جمشید؟ آره یادم رفت. حالا سعدی هم میگم 11 سال اصلا از اون فضا دوری دیگه. ما هم شهری هم هستیم. بله. خب پرچم اون بالاست. از زردا بردارم یا بله آخریش از سیاه ها برمیدم. سه تا نوشیدنی گرم، قهوه، گلگاو زبون، اسخودوس. اینا رو از کدوم عطاری ذهن در آوردی خدا وکیل؟ ما شیرازی ها تو آره دار و دوا. یک عطار رو باز کنیم. خب من تموم شده باید جدا. آره خب فکر کنم پنجتا شد. الان مساوی هستیم و این راند خیلی تعیین کننده است. ببینیم کی میبره. الان از تو شروع میشه، بعدش هم نوبت منه. سه تا صدای حیوان. خب بادا واق یه خواب دیگه. حالا میمون نشده بوده که شده تا حالا این رو تا اصلا ندیده بوده دیگه. بلوز داشتی شما یا خدا. خب این دیگه سرنوشت سازه. آره سه تا سبزی که با ت شروع میشه، تره، تروب. سبزی نیست. نه چرا دیگه میخور جز سبزی جاته. بیا تموم شو. یعنی الان من باختم. آره دیگه تو قبلی رو جواب دادی. خب من باختم، افتادم تو چایی که برای تو کنده بودم. دقیقا اومدم که یه چالش برای تو داشته باشم که تو ببازی چاه نکن برکت. آره آره خودم. خب عزیزم بهت تبریک میگم و مرسی که واقعا دعوتمون رو پذیرفتی. کنارت خیلی خوش گذشت. خب وقت برنامه مون داره تموم میشه و فرصت نمیشه بری پیش هانیه، پس همینجا میتونی با بچه ها برنامه. من از شما و هانیه جان خدافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم و خوش گذشت. خب عزیزم دوست داشتین زنگ تفریح رو؟ من منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد این بخش هستم و همچنین خدافظی میکنم از بچه های استودیو لندن و هانیه جان و تا یه زنگ تفریح دیگه خدا نگهدارتون. سلام. میگم سلام، انقدر گیت شدم میگم سلام. بعد قصد بازی خیلی بار بوده، قد گیج بازی شدم. همشهری همه همشهری ها دور هم جمع، ولی دیگه الان اوکیه، زیاد گیج نشد. خیلی بازی باحالی بود. مرسی نینا جان، مرسی کیانا جان و واقعا خسته نباشید. حسین کاش میشد ما هم اونجا بودیم، خیلی بازی هاشون خیلی باحال بود. نینا هم که کلن فقط میوازه، آه فقط باخت کلن داخلش. ولی خوش شیرازی بود، ارفاق میکردیش. ها چون همشهریمونه. ها زشت دیگه بچه شهر. بریم پیش هانیه اینا ببینیم، با بچه ها یه گپی بزنیم، سری وقت هم نداریم. هانیه جان بچه ها سورپرایز شدین؟ خیلی. شما داشتین صحبت میکردیم با بردار روبرت عزیز، من کیانا رو سریع فرستادم استدیوی برای پیش نینا که بازی رو انجام بده. باری کلا خیلی خوب بود. ولی خیلی سرعت بالا بود. من ریز ریز کار میکنم.
آره. بعد دیگه شیرازی ها خستن. شیرازی هم هست، چطوری بلندش گیری فرستادش یه استودیو دیگه. شما چجوری ایستادیم؟ از اول برنامه ایستادیم. چکار کنیم دیگه، راهی نداریم والا. الان یه چویی باید میبود اینجا، یه چویی میزدیم. حرفای برادر روبرت چطور بود؟ وای بچه ها خیلی خوب بود، من خیلی چیزاشو واقعا نمیدونستم و خیلی تاثیرگذار بود و ازشون کلی برکت گرفتم. ما خودمون همین جوری بودیم. ما با بچه ها پلن چیده بودیم بریم بیرون حتی شب هالووین. نه دیگه. وای دقیقا ما هم همینطور، ما هم پلن ریخته بودیم بریم، ولی خب مثل این که نمیشه بریم کنکله. دیگه از الان به بعد بچه ها هالووین کنکله دیگه، دیگه هیچی نداریم، نه هالووینه نه اسم هالووینه، همش کنکله. هر کی چیزی گفت میرن پیش کشیش رو بره. خب چیکار کنیم؟ ها؟ چیکار کنیم؟ میشینین تو خونه فیلم نگاه کنین چیکار کنیم؟ آره نمیدونه. حالا بچه ها گفتن که میتونین کدو تنبل رو تو شم بذارین خوشگل بشه، بذارین جلوتون یه فیلم هم ببینین، چرا قرم خاموش کنیم فیلم ببینیم. شما اینجوری از چشش هم نور میزنه بیرون کدو تنبله. ها هیچ چیز دیگه. حالا چش نداشته باشه، اصلا خوشحال باشه، کدو تنبل خوشحال. فقط لب داشته باشه. چه جوری میشه کدو تنبل لب داشته باشه چش نداشته باشه؟ خب شاید نابینا بوده کدو تنبلو. وحشتناک نباشه که بترسیم. اصلا موضوع رو ول بکنه. شاید کدو تنبلو نابینا بوده. حالا من یه سوال دیگه دارم. این داش به جای هالووین شما تو کلیساتون مثلا برنامه‌ای دارین امشب؟ امشب میرین؟ ما نمیدونم، فکر نمی‌کنم داشته باشیم. نه ما میشینیم تو خونه همون فیلم میبینیم. همون فیلم میبینیم بهتر. تو یا میریم بیرون میچرخیم. چه کاریه؟ ولی هوا سرده. من چون سرمایه‌ام ترجیح میدم بشینم تو خونه. خوب کاری می‌کنم. ما هم همین کارو رو می‌کنیم. هانیه جان وقتمون خیلی کمه. دیگه کم کم باید مرخص بشیم از حضور. مرخصی بشیم بچه ها. خیلی خوشحال شدم واقعا، خیلی خوش گذشت کنارتون. قربونت برم، مراقب خودت باش. خدافظ شما، وقت خوبی داشته باشی. میبینیم اتون. خدافظ شما. خدافظ شما. خب خیلی خوشحال میشیم که برنامه ما رو ببینید دوباره و ما تکرار برنامه یک شنبه ها ساعت 9 صبح و چهارشنبه ها ساعت 2:30 صبح به وقت ایران داریم و شما میتونید دنبال کنید برنامه رو و حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما از طریق اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.